and the Balochistan's people from Reza Osenbor. 7 minutes. Pardon, جناب آقای رئیس، خانم ها، آقایان. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند. من فکر می کنم که الان زمانی رسیده است که بیش از هر زمان دیگری ما احتیاج به همت و شجاعت داریم. وقتی ناپلئون می خواست که کارهای بزرگ خودش شروع بکنه، عده‌ای بهش گفتند که شرایط مناسب نیست. او جواب داد: کدوم شرایط؟ شرایط را من می سازم. و بعدن همونطور که می دانید شرایط را طوری ساخت که پیروز شد. چارلی چاپلین می گوید که در آغاز کار من با سختی های بسیار زیادی روبرو بودم، ولی هر قدر که کار سخت‌تر می شد من هم سخت‌تر می کوشیدم، تا آن که چنان شخصیت سختی پیدا کردم که همه چیز در مقابل من آسان می شد و مردم تصور می کردند البته که من با هیچ مشکل جدی روبرو نبودم. ما نباید تصور بکنیم که فقط با نوشتن، کنفرانس تشکیل دادن این رژیم عوض می شود. نه، این رژیم با عمل و حرکت عوض می شود. اینشتین می گفت که بسیاری از مردم تصور می کنند که یک دانشمند شدن یا یک عالم شدن یا رهبر بزرگ شدن بستگی به هوش دارد. می گفت هوش لازم هست، ولی عمل و استفاده از هوش بسیار لازم تر هست. ما اگر شخصیت مناسب رو داشته باشیم و شجاعت لازم رو داشته باشیم، همراه با دانایی کارای ما بسیار بسیار بیشتر میشود. متاسفانه یک چیزی رو روانشناسان میگویند که هر کس بیشتر بداند بیشتر میترسد. برای همین است که اونهایی که کمتر میدانند حکومت می کنند بر اونهایی که بیشتر می دانند. تاریخ ما و مخصوصاً الان آقای احمدی نژاد نمونه این واقعیت هست. خانواده سعود که امروز بر ایران حکومت می کنند در کویت به صورت پناهنده در شرایطی بدتر از ما زندگی می کردند. یک جوانی از این خانواده به نام سعود به پدرش پیشنهاد کرد که بروند و حجاز رو بگیرند، اما پدر که عاقل بود گفت که ما کم هستیم، اونها زیادند، ما سلاح نداریم، اونها سلاح دارند و ما اگر بریم کشته میشویم. همین حرف هایی که تمام پدر و مادرها به بچه هاشون میگن. اما سعود گوش نکرد، رفت حمله کرد و عربستان سعودی رو گرفت و امروز اینها صاحب عربستان سعودی. ما فقط و فقط با چنین حرکت‌هایی می‌توانیم در ایران تغییر ایجاد کنیم. من بلوچ هستم و ما از آغاز با این رژیم مخالفت کردیم و امروز هم مخالفت می‌کنیم. برای ما این بسیار سخت، برای این 76% مردم بلوچ آخر سر زیر خط فقر زندگی می‌کنند به دلیل دشمنیشون با جمهوری اسلام، ولی چاره ای جز این نیست. تیمور لنگ میگوید که من چندی بار در جنگ ها چنان شکست خوردم که جز 3-4 نفر دور بر من کسی نماند، اما شخصیت و شجاعت من طوری بود که همیشه مردم رو جذب میکرد. من امیدوارم که من شکست زیادی خوردم، ولی اونقدر شکست خوردم که در پایان مرتب پیروز می شدم و پیروزی های من اونقدر ادامه داشت که بسیاری از کشورهای جهان رو گرفتم. ما در یک دوران بحرانی زندگی می کنیم. دوران
دوران مبارزه خاصی میخواد، رهبران دوران بحران رو میخواد که از شجاعت و جسارت بیشتری از دیگران باید برخوردار باشند. کسانی که امروز اتحاد رهبری دارند و یا مبارزه میکنند این رو دقیقا باید بدونند. واقعا هر کسی که پیروز شده است، ما او مثلا اون مستقیمن اون راه به مایی بزرگ رو رهبری میکرد. فیدل کاسترو موفق شد برای این که مستقیمن داشت کار خودش رو انجام میداد. و ما هم باید و مخصوصا اونهایی که دایره رهبری میکنند باید مستقیمن وارد کار بشوند. تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه برمیخیزند. تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، چه کسی برخیزد؟ در واقع تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، بقیه میخوابند. ولی الان حرکتی رو که مردم ایران کردند اونقدر بزرگ است که نمیگذارند دیگر کسی در خواب باقی بماند. زمان تغییر رسیده است، نوبت ماست. اگر بتوانیم در این لحظه‌های بزرگ در ساختن تاریخ مشارکت بکنیم. گر بزرگی به کام شیر درست، شو خطر کن ز کام شیر بجود. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردان مرگ بود یار. سپاسگزارم.